اومدم اینجا اینو بهت گفتم، این که من مثل تو نیستم ناری. بس کن این دیگه، تو بدون این فرشو بهت خبرم من مثل تو نیستم ناری. یه من نمیخواد بفهمدی تو چی داری بگی؟ حالم که فرم کن. نمیتونم تحمل کنم، فهمیدی چی گفتم؟ نمیتونم تحمل کنم. پس تصمیمت برای رفتن قطعی؟ آره، به نظرم این کار درستیه، خودت که همه چیو میدونی. من نمیخوام بیشتر از این شرمندتون بشم. نمیتونم اینجا بمونم، مجبورم باید از اینجا برم. درکت میکنم اوز، ولی یه نصیحتی بهت میکنم، فرار کردن هیچ وقت راه چاره نیست. هر جا که میری همه چیو با خودت میبری. تنها چیزی که برات میمونه یه حسرته. این حسرت مدام تو دلت بزرگ میشه. منم این کارو کردم ولی نشد. ولی من تصمیممو گرفتم. مراد، دوباره برگشتی و قهرمان همشون شدی. باز کندال بد شد، ولی تو انقدر خوبی که حتی برادرتو که قصد جونتو کرده بود بخشیدی. آره دیگه، بخشش کار بزرگانه، درسته تو بزرگی قوی، ولی از این به بعد فقط خدا میدونه قراره چه اتفاقایی بیافته. ببینم آماده ای؟ حالا فعلا روزای خوشیت آقا مراد، ولی نباید کندارو دست کم بگیری. نباید. روزگار چیزی نیست خاله جون، بابا دیگم سرگیجه داشت به خاطر همین از حال رفت. حالا بردنش دکتر، حالش خوب میشه. باشه. همه این جان، حالا چیکار کنیم؟ منتظر میمونیم تا مراد به هوش بیاد. اگه دکترش چیزی بگه چی؟ ما برای همین اینجاییم، نباید بذاریم کسی بفهمه مراد چه مشکلی داره. خب باید چیکار کنیم؟ همونطور که مراد گفته، داستان تومور رو تعریف میکنیم. بیا بریم پیششون. حال پسرم چطوره؟ حالش خوبه آقای دکتر. بابام چطوره؟ راستش وضعیتش زیاد خوب نیست.
یعنی چی وضعیت خوب نیست؟ منظورتون چیه آقای دکتر؟ یعنی چی وضعیتش خوب نیست؟ چند دقیقه دیگه به هوش میاد. آمادگیشو داشته باشید. آمادگی چی رو داشته باشیم؟ یعنی چی؟ شما چی میخواین بگید؟ متاسفم. برای چی متاسفی؟ شما چی داری میگی؟ اون چی میگه؟ یکیتون یه چیزی بگه، واسه چی گفت متاسفه؟ من براتون توضیح میدم. میخواین کمکتون کنم؟ هیچ کس نمیتونه بهم کمک کنه. تو مراقب برادرت باش. نمیدونم چجوری و از کجا شروع کنم. میدونم مراد چیزی بهتون نگفته. همتون از دستش عصبانی هستین. البته حقه. میشه بریم سر اصل مطلب آقا؟ مراد یه تومور مغزی داره. این موضوع رو قبل از اون اتفاقی که فکر میکردین خودکشی کرده فهمیده بود. دکترها گفته بودن زیاد زنده نمیمونه. به خاطر مشکلات اقتصادی و برای تأمین آینده خانوادش اومد اینجا تا با کندال حرف بزنه. اون چیزی که تو سی دی دیدین واقعیت داره. وقتی مراد به کندال گفت اموالو تقسیم کنیم دعواشون شد. وقتی درگیر شدن افتاد تو آب. گفت میخوام از این موقعیت استفاده کنم. میخواست مرگشو باور کنین. میخواست این کارو دور از چشم شما بکنه. ولی یه مدت نتونست از جاش بلند بشه. تمام اتفاقاتو ما به گوشش میرسوندیم. یه بار اونو بردیم خارج تا عمل بشه. ولی این کارم فایده ای نداشت. وقتی اون سی دی پیدا شد ترسید که باران قاتل بشه. مجبور شد. اگه اون اتفاق نمی افتاد هیچ وقت خودشو نشون نمی داد. گرفتگی صداشم به خاطر استفاده از ماده بیهوشی در حین عمل جراحیه. همش همین بود. آقا مراد به هوش اومد، ولی لطفاً یکی یکی برید تو. یکم صبر کن. بهت میگم، به همتون میگم. کی میخواین بگین بابا؟ هرچی میخواین بگین و الان بگین. چرا به همون نگفتی مراد؟ چرا؟ همش ازم میخواستی واقعیت رو نگم. الان ازم چی میخوای؟ میخوام به هم بگی. نمیدونم تو فردا زنده میمونم یا نه، ولی میدونم تو هنوزم نگران بارانی. حالا باور کردم که یه مادر واقعی شدی. یعنی
چیزی بهش نمیگی؟ اون یه مادر داره نارین. چطور میتونم با این گناه برم؟ من چطور به زندگیم ادامه بدم؟ جدا شدن از باران برات سخته؟ میخواد بارانو ببینه. نه نه، حقیقت نداره. اگه اینطور بود بابام حتما به همون میگفت. چرا باید مخفی میکرد؟ خب واسه این که شما ناراحت نشین بهتون نگفت، نمیخواست کسی نگرانش بشه. نه، این دکتر کجا رفت؟ باید بیاد یه کاری بکنه، یه آزمایشی، یه چیزی بگیره. این امکان نداره. تو میدونستی؟ پس چرا به همون نگفتی؟ آدا دخترم آروم باش. ازش پرسیدم، گفتم چرا، هیچی نگفت، ساکت موند. پس سکوتش به خاطر این بود؟ من چجور مادریم که نتونستم درد پسرمو بفهمم؟ تازه سرزنششم کردم، من چجور مادریم؟ چجور مادریم؟ مادر کجا میرین؟ ولم کن امینه، ولم کن. مادر برین بشینین، میترسم اتفاقی براتون بیفته. دیگه چی میخواد بشه امینه؟ چی میخواد بشه؟ کجایی پسرم؟ کجایی؟ بابا داری میمیره، تو کجایی پسرم؟ چرا این کارو با من کردی بابا؟ چرا؟ مادر، این حق تو نیست پسرم. من چندین بار دعا کردم و مرگم و از خدا خواستم، ولی فایده ای نداشت. چرا به هم نگفتی پسرم؟ پاشو پاشو، تو مادری که ندونست قضاوت کرده جات به خوابه پسرم. پاشو پسرم، حلالم کنین. منو ببخشین، حلالم کنین. پسرم، پسرم. آدا،
منو ببخشی. الان وقت این حرفو نیست. فکر نمی کنم دیگه وقت داشته باشم. من بیشتر از تو دلم میخواد ببخشمت. یعنی نمیبخشیم؟ مراد میشه به هم بگی چطوری باید ببخشمت؟ فقط بدون خیلی دوست دارم. شاید اینطوری بتونی ببخشیم. سر خاله تو خاطرخواه ابرو شدی، ولی به خاطر خواهرت موضوع بارانو به ابرو نگفتی. غیر از اینه تو چشمای ابرو نگاه کردی ولی هیچی بهش نگفتی. تو امروز هر کاری کردی همه رو گردن بقیه انداختی کندال، ولی این دفعه این اتفاق نمیافته. کجای کندال؟ چی شده نصف شبی؟ گفتم کجایی؟ چطور؟ میخوام با تو حرف بزنم. در مورد چی میخوای با هم حرف بزنی پسر خاله؟ در مورد همه ی کارات. مراد ناراحتی میدونم. آره اینطوریه دیگه، مثل فیلم هست پسر خاله. شخصیت اصلی میاد بعد فیلم تموم میشه، وظیفه ما هم دست زدنه. گفتم کجای کندال؟ تو کارخونه هم بیا. بیا مثل کسی که به جای خر پالونش رو کتک میزنه بیا به جونم، مثل بقیه پسر خاله. ولی کندالم بیکار نمیشینه. بیاین همه تون بیاین ازم حساب پس بگیرین لعنتیا. روزی هم که کندال حسابتون رو میرسه نزدیکه. یالا بیاین همه تون با هم بیاین، مثل آدم های گناهکار برای آروم کردن وجدانتون بیاین سراغ من. ولی کندالم یه چیزایی رو میدونه. چیزایی که کندال میدونه میتونه کار همه تون رو تموم کنه. ببینم حساب اونجاشو کردین؟ تو هم بیا، تو هم بیا سراغم مراد. بهت نشون میدم که با امضا کردن یک کاغذ پاره هیچ کاری نمیتونی بکنی لعنتی. یالا بیا، بیا منتظرم. کندال! کندال! اوه ببین کی اومده اینجا. باید به خاطر حرفایی که به هم زدی حساب پس بدی. حرفایی که زدم؟ کدوم حرفم؟ کدومشون دروغ بود؟
اینکه خاطر خواهب رو شدی یا اینکه به خاطر نجات جون خواهرت موضوع بارانو از ابرو مخفی کردی؟ کدومش دروغ بود که حساب پس بدم؟ چیه پسر خاله؟ نقش اصلی فیلم برگشته، دوتاییمون رفتیم تو حاشیه. پسر عزیز کرده مادر برگشت، من دک شدم. شوهر ابرو برگشت، تو دک شدی. این یعنی هر چقدر هم با هم دیگه فرق داشته باشیم، ولی بازم سرنوشت هر دومون مثل هم بوده. خب کندالا بنداز بره. خب فراتو بنداز بره. خب چه حرفی داری بزنی؟ میدونم تو از چی ناراحتی، البته همه میدونن، ولی میدونی من از چی ناراحتم؟ من بارانو خیلی دوست داشتم پسر خاله. من بارانو از دست دادم. بارانو خیلی دوست داشتم، حتی بیشتر از باباش. اونو مثل پسر خودم دوستش داشتم. حالا رفتارای مادرم و اون اتهام قتل و هم بخشیده شدنم از طرف مراد همه یادشون میمونه. من این مبارزه رو باختم. حالا بشین و افسوس بخور. مراد برگشته، دیگه دستت به عشقت نمیرسه. تو همیشه تو زندگیت باختی. معلومه چی داری میگی؟ هی حرف دهنتو بفهم. مامان مراد، پسرم معلومه تو کجایی؟ مامان بگین چی شده؟ پسرم، بابات حالش خوب نیست. الان کجا بودی باران؟ زود باش برو پیشش. Oh!
پسر خاله خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. من و نارین یه چیزی بینمون مشترکه، اونم بارانه. هر دومون بارانو خیلی دوست داریم، انقدر دوستش داریم که شاید کسی باورش نشه. خیلی هم به خاطرش سختی کشیدیم. ولی تو چی کار کردی فراد؟ ها؟ چی کار کردی؟ اصلا تو به دختر خودت یه زنگ میزنی؟ نه نمیزنی، درسته؟ میدونی مشکل تو چیه؟ مراد اومده و قصه ی عشق تو و ابرو تموم شده. غیر از اینه؟ چرا ساکتی فراد؟ جواب بده، تو برای دخترت چیکار کردی؟ غیر از اینکه رفتی دنبال خوشگذرونید با ابرو دیگه چیکار کردی؟ دهانه تو ببند اشغال! کثافت! چی شد فراد ها؟ این هم از دخترت گفتم سرتو انداختی پایین و چیزی نگفتی. تا حرف ابرو شد خیلی بهت برخورد. واقعا که خیلی مردی پسر خاله. گورتو گم کن وگرنه یه کاری میدم دستت. گم شو. تو باید گورتو گم کنی فراد تو. اما نه، قبلش شاید بخوای منم با چاقو بزنی، چون اسم معشوقتو به زبون آوردم. صحبتو میرسم عشقان. بابا یعنی واقعا بابام مرد؟ بابام نباید بمیره؟ اصلا چرا باید الان بمیره؟ الان خیلی زوده، اون نباید بمیره. اول باید منو بزرگ میکرد، باید آدم و مایا و روزگار رو بزرگ میکرد. هنوز خیلی کار نیمه تموم داره، باید باشه تا وقتی اشتباه میکنم سرزنشم کنه و منم ازش معذرت. بابا هنوز خیلی چیزا بود که باید یادم میدادی. قرارمون این نبود، چرا تنها من گذاشتی؟ باید مرد پدران رو قبل از بزرگ شدن دخترشون قدر برد، نباید دخترشون رو تنها بذاره. من برای اولین بار عاشق شدم بابا. قرار بود وقتی اومدی ازت خجالت بکشم و تو هم برام غیرتی بشی و هیچ کس رو لایق من ندونی. قرار بود نه به اندازه تو، ولی به اندازه ای که تو به هم میگی دوستش داشته باشم. و وقتی هم دلم شکست و قصه خوردم، سرم رو بذارم روشونه خود و گریه کنم و بگم بابا همه یه مردا اینطوری هست، ولی میدونم تو فرق داری، چون تو یه پدری. قرارمون این نبود، چرا تنها ما گذاشتی؟ شاید پسر رو با مرگ پدرشون زودتر بزرگ بشن، ولی دختر رو بزرگ شدن فراموش میکنن. همون جا تو همون سن و سال، حتی اگه ذره امید هم نباشه منتظر میمونن به این امید که شاید معجزه بشه و باشون برگرده. نمیخوان چیزی رو فراموش کنن. من رو مزارت یه روز سیاه کاشتم بودم، قرار بود وقتی غنچش باز شد برگردی. برگشتی، ولی چرا اینطوری شد؟ قرارمون این نبود بابا، چرا تن همونو گذاشتی؟ بابا! روزگار؟ دلت برای بابا تنگ شده؟ آره. بغلش کردی؟ بوش کردی؟ این کارا رو کردی؟ آره، ولی سیر نشدم. آره آدم سیر نمیشه. خبری ازشون نشد، ایشالله اتفاق بعدی نیفتاده باشه. ایشالله خواهر. Ah!
بابا بابا ما کجا میبرین؟ بابا ما نبرین، بابا نرو. جونو خدا بابا ما نبری، بابا نرو، بابا 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 جونو خدا نرو. بابا تو رو خدا نرو. روزگار بیا غذا تو بخور عزیزم. میخوام با بابام غذا بخورم خاله. روزگار اون پرندهی که ولش کرده بودیم دوباره برگشته. راست میگی؟ آره. ولی انگار بالش شکسته، افتاده بود اینجا. میخوای نگهش داری؟ چرا بچه هاشو ول کرده اومده اینجا؟ دلشون براش تنگ میشه. نیست. باران، بارانو ندیدین؟ نه ندیدم. سیبل روزگار پیشته؟ لطفاً مواظبش باش سیبل. باشه، نگران نباش خواهر جون. روزگارا ببر خونه خودتون. چی شده خواهر؟ معلومه خیلی ناراحتی. نکنه آقا مراد چیزیشون شده؟ فوت کرد. چی داری میگی خواهر؟ نمیخوام روزگار ما رو با این حالمون ببینه. لطفاً ببرش خونه خودتون. الان خوشحالی؟ راضی شدی؟ بابا مرد خوشحالی مامان؟ چون میدونست وقت زیادی نداره نمیخواست شاهد مرگش باشیم. حالا جواب سوالاتونو گرفتی؟
بابا یه دل شکسته رفت، با قلب شکسته مرد. دیگه مجبور نیستین طلاق بگیرین. بابام به خاطر شما مرد، بابام به خاطر شما مرد، به خاطر شما رفت، بابام به خاطر شما مرد، به خاطر شما. خواهر چی شده؟ چیزی نشده آیشه؟ خواهر روزگار، من یه فکر خوب دارم. ما تو خونمون یه قفس داریم، بریم پرنده رو بذاریم توش. وقتی بابام اومد با هم میریم خاله. آخه بالش شکسته عزیزم، پرندت اذیت میشه، بیا ببریمش خاله. یعنی اینطوری بالش درد میگیره؟ آره عزیزم گناه داره. باشه خاله جون. آسه میتونی چند ساعت تنها بمونی؟ آره آره بریم آیشه. مامان خوشحالی ناره؟ آدا یکم آروم باش دخترم. تو چی میگی ها؟ اصلا کی هستی؟ تو از همون اول همه چی رو میدونستی، به بهونه روز سیاه و هر چیز دیگه ای همش کنار ما بودی. تو به ما دروغ گفتی، تو گولمون زدی. همه تون دروغ گویین، از همه تون بدم میاد، همه تون دروغ گویین. برین گمشین. چرا بایستادین؟ هیچ کدومتون ماما ما نخوردین. برین. چرا بایستادین؟ خودم پیش بابا میمونم. فکر میکنی تو بابا رو بیشتر از همه دوست داشتی؟ آره فقط تو داری قصه میخوری. اون بابای منم بود آدو، بابای منم بود، ولی اونی که از همه بیشتر گریه و زاری میکنه توی. اینطوری میخوای چی رو ثابت کنی؟ میخوای بگی تو تنها کسی بودی که بابا رو دوست داشتی؟ حتما عشقای ما ساختگیه، فقط تو واقعا عشق میریزی. چرا این کارا رو میکنی آدو؟ چرا نمیفهمی منم بابا رو دوست داشتم؟ چرا نمیفهمی مامان و بقیه هم دوستش داشتن؟ تو حتی تو دوست داشتنم خودخواهی. تو رو خدا بس کن. پس دوستش داشتین؟ بذاری چیزی رو بهت بگم. بسه بلم کن. بلنده داشت داره چی کار میکنه؟ اون داره سعی میکنه هممونو کنار هم نگه داره، سود کاری که من نتونم انجام بدم و انجام بده. خاطر ایناست؟ آره همه این کارات به خاطر ایناست، به خاطر ایناست. آوازدی گوش کن، به خدا قسم همینجا میکشمت فراد، به خدا قسم میکشمت. خب بکش. نه این کارو نمیکنم. میدونی چرا؟ نه به خاطر اینکه دلم برات میسوزه، نه به خاطر اینکه ازت میترسم، چون از نظر من تو یه آدم مرده ای فراد، مرده. چه کثافت. داداش مرادم، مراد
خودشه. خواهر چی شده؟ ببین داری منو میترسونی ها. آیشه آقا مراد بگو دیگه چی شده؟ آقا مراد فوت کرده. چی؟ باران، باران. باران تو رو خود جواب بده. مرادم همیشه بچهاتون رو ول میکنین و میرین، اونم وقتی بهتون احتیاج دارن و وقتی دلتنگتونن ولشون میکنین و میرین. فکر این که زنده بودین اما نیومدین پیشمون خیلی عذابم میده. چرا وقتی بچهاتون قصه میخوردن و زجر میکشیدن بدون این که لازم بدونین توضیح بدین فرار کردین و قایم شدین؟ مایا حالت خوبه؟ مامان انگار همین دیروز بود که به خاطر زنده بودن بابا خوشحال بودم. چند روز گذشت مامان؟ یه روز، دو روز، چند روز گذشت؟ یه روز یا دو روز؟ مایا به خودت بیا. من که میگم میاد، مطمئنم بابا میاد. آره میاد، بابا آدم شوخیه مگه نه؟ خودتونم میدونین بابا میاد، اون داره با همون شوخی
میکنه. بابا داره با همون شوخی میکنه. بابا دوست داره سر به سرمون بذاره. مامان یادتونه که چقدر با همون شوخی میکرد. مایا مایا مامان مایا یادتونه که چقدر با همون شوخی میکرد. یه دفعه مامان یه کاری بکنی. بابا داره با همون شوخی میکنه. یادتونه اون موقع که تو خونه خودمون بودیم؟ اون موقع بابا دارم تو رو خدا آبی باش خواهش میکنم. اون موقع که بابا بود مامان، اون موقع که بابا بود بابام مامان، اون موقع که بابا بود مامان. آدا میدونم حرفامو باور نمی کنین، ولی الان بابا از این در میاد تو. باشین غذا درست کنین، یه کاری بکنین مامان. به خدا الان بابا میاد. چرا حرفامو باور نمی کنین؟ دیگه به خودت میاد. بابام الان میاد. مایا ساکت باش. بابا میاد مامان. بابا میاد. مایا بابا 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 جونم بابا 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 خواهر پاشو بریم، تو حالت خوب نیست. داداش داداش بارم پیداش نیست. تو رو خدا برو دنبالش. باشه من میرم دنبالش. حالا پاشو. من برم یه سر به مادر بزنم. چه مرهمی بهتر از کلام تو برای منی که دوبار داغ یک فرزندم رو دیدم. هرچه هست و نیست فقط دست توه. آقا سلمان گفت تومور داشته. فقط ما سه نفر میدونیم که قاتل داداش مرادم تویی. تو آخر عمرم نمیتونم ببخشمت. من هیچ وقت نمیبخشمت داداش، هیچ وقت. صبح میام دنبالت برای کارای کفن و دفن. باید قسمت تو میشد، ولی خودم حلش میکنم. اون بگو اون چی؟ بگو اون چی؟ برادرت بود آره؟ حرفای من و تو بمونه برای بعد سلمان. گوش کن کندال، خوب گوش کن. من شبیه هیچ کدوم از آدمایی که دیدی و میشناسی نیستم. نمیدونم یادت هست یا نه، فعلا هم چیزی رو یادآوری نمی کنم. تو تا خرخره تو کثافت دفنی. کارتو سختتر از اینی که هست نکن. روشنه؟ اگه قدری خانوم یا کس دیگه ای بفهمه که مسبب مرگ مراد توی کندال، دیگه نمیتونی پاتو تو حلفتی بذاری. پس بهتره مراقب رفتارات باشی.
فکر کن من ازت میترسم آقا سلمان، اما شما هنوز کندالو نشناختین. نباید کندالو دست کم بگیرین. اینا همتون باید بفهمین، همتون. داداش، داداش تو رو خدا بارانو پیدا کن. چند ساعت بهش زنگ میزنم ولی جواب نمیده. این بچه انگار غیبش زده. باشه خواهر، من پیداش میکنم. خواهش میکنم تو نگران نباش. طفلک تازه باباشو پیدا کرده بود. طبیعیه یه دفعه غیبش بزنه. شاید میخواد با خودش خلوت کنه. داداش آخه تو که ندیدیش؟ من اون لحظه بارانو دیدم. حسرتی که تو چشماش بود و پشیمونی که تو چهرش بود و دیدم. باور کن الان بی خودی نگرانش نیستم. من پسرمو میشناسم. داداش دلم خیلی شور میزنه. تو رو خدا برو دنبالش. باشه. آقا اومدین؟ من میرم تو پذیرایی که شما راحت بخوابین. برم آقا. اگه کاری دارین خب بعدن میرم. خب بخوابین آقا. آقا آقا خیلی خوب آقا، اگه شما بخواین همینجا میخوابم. من به خاطر اینکه شما راحت باشین میخواستم برم اونجا. ببخشید، تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. خدا به هممون صبر بده. ولی دیگه راحت شدین، نه دیگه متهم به قتلین، نه دیگه سیدی در کاره. پسرتونم زیر سایه باباش بزرگ میشه، دیگه وقتشه که بیاد. آقا دیگه داریم به آرزواتون میرسین. یادتونه چقدر منتظر بودین پسرتون تو راهه؟ فکر کردی عزلم؟ فکر چیو؟ بالاخره از اینجا میام بیرون، اون وقت میخوای چی کار کنی ها؟ فکر اون موقع را همون موقع میکنم. فعلا که من سوارم و شما پیاده. سیبل بهتون سلام رسوند، متوجه منظورم شدی؟ آقا پرسیدم فکر کردی یا نه عزلم؟ آقا فکر چیو کردم؟ من به جز شما به چی میتونم فکر کنم؟ تو چشمام نگاه کن عزلم، درست مثل اون روز تو چشمام نگاه کن. خیلی شیر شده بودی، حالا چی شد؟ ها؟ کو اون همه دل و جرأتی که اون روز توی وجودت میدیدم؟ کو عزلم؟ چی شده عزلم؟ کو اون زن باهوشی که به خودش مطمئن بود و فکر میکرد خیلی کارش درسته؟ حرف بزن دیگه، حرف بزن. گفته بودم تو فکره یه همچین روزی باش، ولی تو به هم چی گفتی؟ گفتی فکر اون موقع رو همون موقع میکنم. خب چه فکری کردی؟ آقا من خیلی خب میدونم تو وقت زیادی نداشتی، به خاطر همین من به جای تو خوب فکر کردم و یه فکر فوق‌العاده به ذهنم رسیده. عزلم آقا قربونت برم، بلم کن. خیلی قربونم بری. آره نه ترس، تو بزرگترین قربونی من میشی. من به جای تو فکر کردم عزلم، اتفاقا فکرهای خیلی خوبی هم به ذهنم رسید، یه فکری که واقعا برا زندته. اگه بشنوی باورت نمیشه، ولی الان موقعش نیست که بهت بگم، اما نگران نباش، به زودی موقعش میرسه. روزی رو که داد میزدم ازم بترس، روزی رو که همه تون اومده بودین دادگاه و من داد میزدم از کندال بترسین، خیلی زود آزاد میشم. و یادت میاد عزلم؟ ها؟ یادت میاد؟ کباب بده لعنتی، کباب بده. یادمه آقا، یادمه. خوبه، هیچ وقتم یادت نره. حالا برو گم شو تو پذیرایی بکم، چشمم هم بهت نیفته، وگرنه یه کاری دستت میدم. برو.
صبر کن عزلم، صبر کن. یه خوابی برات دیدم که فکرشم نمیتونی بکنی. الو، روزگار چطوره؟ نپرس ابرو خانم، به زور خوابوندمش. شما چطورین؟ من فردا میام اونجا. خدافظ. خواهر؟ آیشه، خواهر، من دارم میرم. آیشه تو بمون خونه. کجا میخوای بری؟ فکرم مونده پیش ابرو خانم، برم یه سری بهش بزنم. تو وقتی روزگار بیدار شد سرشو گرم کن، باشه؟ خواهر، نمیدونم باران از دیروز تا حالا کجاست. هر چقدرم بهش زنگ زنم جواب نمیده. خدا میدونه الان چه حالی داره. ببین عزیزم، اتفاق تلخی براش افتاده. شوک بزرگی بهش وارد شده. یکم بهش زمان بده. اون باید تنها باشه. میدونم تو خیلی خوب درکش میکنی. اونم اینو میدونه. مرد وقتی تنها میتونن گریه کنن. من برم یه سری باقا فرات بزنم. وقتی روزگار بیدار شد حواست بهش باشه. باشه. مادر، مادر، وقتی میبینم اینجوری ساکتین من بیشتر نگرانتون میشم. مامان جون، گریه کنین، جیغ و داد کنین، اینطوری همه چی رو نریزین تو خودتون. نارین، تو حالت چطوره؟ اصلا خوب نیستم امینه جان. باران نیست. از دیشب تا حالا هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. آخه این بچه کجاست؟ معلوم نیست دیشب و کجا خوابیده. اون الان عزاداره، بذار یکم تنها باشه. تو هم خودتو از پا ننداز. تازه جایی هم نداره که بره. حتما یه گوشه نشسته و گریه میکنه. خیر باشه. اول صبحی از این ورا. امروز کارای کفن و دفن آقا مراد انجام میدیم. هم خواستیم بهتون خبر بدیم و هم خواستیم بپرسیم چیز دیگه ای لازم هست یا نه. ما دیگه میریم، بازم بهتون سر میزنیم. منم به هاتون میام. من برادرشم، این کارا بیشتر از شما به من مربوط میشه. من میرم روزگارو بیارم. زن داداش، بذارین منم با هاتون بیام. نه ملک، تو پیش قدری خانم بمون، من خودم میرم. حواست به دخترو باشه. باشه. خواهر، فعلا دیگه دارم دیوونه میشم. نه ازش خبر یه نه اثری. دیگه یواش یواش دارم میترسم. خیلی خوب، تا آروم باش خواهر.
نمیتونم آروم باشم، نمیتونم. میترسم یه کاری دست خودش بده. آخه این بچه دیشب کجا رفته، کجا خوابیده؟ باشه من میرم ببینم کجاست، ولی سعی کن کاری بهش نداشته باشی. اون الان اصلا حالش خوب نیست. اصلا حرف نمیزد داداش، خیلی ساکت زل زده بود به بقیه، گریم نمیکرد. تو فقط پیش خاله بمون، من بارانو پیدا میکنم. باشه تو رو خدا عجله کن داداش، من دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. چجوری بهشون بگم؟ چجوری تو چشمای بچه ها نگاه کنم و بگم باباتون مرده؟ بابات زنده از روزگار. میدونستم میدونستم میدونستم. آقا فرات، من داشتم میومدم پیشتون، باران پیداش نیست، دیشب نرفته خونه. آیشه نمیدونه کجاست؟ نه اونم ازش بیخبره، دیروز هر چقدر بهش زنگ زد جوابشو نداد. من چیزی نگفتم که نگران نشه، ولی خدا کنه باران چیزیش نشده باشه. انشالله که کار اشتباهی نکنه. والله حق داره اگه بخواد تنها باشه، تا خودش نخوادم نمیتونیم پیداش کنیم. روزگار چطوره؟ دیشب به زور خوابوندمش، با این سن کمش مگه چقدر تحمل داره؟ باشه شما برین، نگران نباشین، بارانم پیداش میشه. باشه داداش. خواهر روزگار خوابه. آره خواهر. حالا من چطوری بهش بگم؟ چی بهش بگم؟ تازه داشت به نبود پدرش عادت میکرد، حالا تا اومد برای برگشتنش شادی کنه دوباره از دستش داد. امرو خانوم، آقا فراد، خواهر حالت خوبه؟ امرو حالت خوبه؟ خواهر برا بیار. حالا من به روزگار چی بگم؟ چه جوری بهش بگم؟ داداش واقعا میری؟ برای اولین بار مجبورم. چیه داری گریه میکنی؟ خب دیگه وقت رفتنه، دیگه تموم شد. داداش میخوام باهات بیام، ولی میدونی که نمیتونم. میدونم، تو اینجا بمون کنار عشقت باش. وقتی همچین حسی رو به کسی داری، به خاطر هیچ چیز و هیچ کس ازش نگذر، چون بعدن پشیمونی فایده ای نداره. داداش الو، تو هم میری مگه نه؟ میدونم شایدم الان تو رو میمونم، ولی بعدش سرها میزنن و میرن. بادا چی داری میگی؟ من هیچ جا نمیرم، همینجام. سردو بابا سردور، بابا مرد. چی؟ بابا مرد سردو، 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 بابا مرد سردو
سرا رو آروم کنیم امینه. یکیشون دیوونه بود، حالا هر دوتاشون دیوونه شدن. یه قرص چیزی بهشون بدیم؟ زن داداش امینه، بریم پیششون. نه، بذار داد بزنن، بذار خودشونو خالی کنن، بالاخره آروم میشن. نمیشه که کمونده خونه رو رو سرمون خراب کنن. عزلم، منم تازه فهمیدم. بیا سرهنگوز، بیا. شایدم حق با آداست، شایدم واقعا من باعث شدم مراد بمیره. این چه حرفیه که میزنین؟ خواست خدا بوده. آخ من از کجا باید میدونستم چه بلاهایی سرش اومده؟ بعد از فهمیدن اون همه دروغ از کجا باید حدس میزدم؟ گرچه اگرم میفهمیدم فرقی نمیکرد. نمیدونم میبخشیدمش یا نه. ابرو خانم، تو رو خدا اینقدر خودتو سرزنش نکن، خواهش میکنم. کاش لااقل به حرفاش گوش میکردم. شاید اگه بهش یه فرصت میدادم همه چیو بهم میگفت. چهره این مراد همش جلوی چشممه. هر لحظه یاد حرفای آدم میفتم که میگفت بابام به خاطر تو مرد، تو دلشو شکستی. مامان، مامان چرا دیشب نایمدی پیشم؟ یه کمی کار داشتم، حوصلت سر رفته بود. بابام باهات اومده؟ بابا؟ نه، فقط من اومدم، بابات نایمده. فهمیدم، حالا بابا خوب نیست. نه، کی مرخص میشه؟ مامان پاشو بریم پیش بابا. روزگار جون، بعدن میریم. باشه، منم تازه اومدم، یه کمی خستم. تعریف کن ببینم چی کارا کردی. مامان میدونی پرندم برگشته؟ کدوم پرنده؟ پرنده ای که آزادش کردیم که بره پیش بچه هاش. مامان بریم پرنده رو به بابا نشون بدیم. وقتی شنیدم باورم نشد. خدا بهتون صبر بده. زنده باشین سرهنگ. مگه آقا مراد وقتی اومد حالش خوب نبود؟ چی شد؟ خب راستش اون تومور مغزی داشته، دکترو بهش گفته بودن زیاد زنده نمیمونه، به خاطر همین نخواسته خودشو بهمون نشون بده. من واقعا نمیدونم چی بگم قدریه خانم. حرفی برای گفتن نیست. من پسرمو مرادمو دوبار از دست دادم. دل کی میتونه این داغو تحمل کنه؟ نمیدونم چی کار کنم، جگرم داره میسوزه. چی کار کنم؟ چی کار؟ میخواستم واسه عرض تبریک بیام ولی متاسفانه قسمت نبود. سلامت باشی، زحمت کشیدین، ولی امروز مادر حالش خوب نیست. آه قدریه خانم، آه غم و غصه ها تمومی نداره. امتحان الهیه، چی میشه گفت. زنده باشین خاله جان. خدا رحمتش کنه قدریه خانم. آقا مراد هنوز خیلی جوان بود. زنده باشین، یه روز دیگه تشریف بیارین، مادر امروز حالش خوب نیست. اگه چیزی لازم داشتین بگین. ممنون. وای خدا، داغ از دست دادن فرزند خیلی سخته.
شما چطوری نارین خانم؟ چیزی لازم نداریم؟ سرهنگ اوز، باران نیست. از دیشب تا حالا دارم بهش زنگ میزنم ولی گوشیش رو جواب نمیده. خیلی نگرانشم. اگه شما دنبالش بگردین شاید بتونین پیداش کنین. خب میدونین خیلی میترسم. نارین، بذار آتیش درونش خاموش بشه، وگرنه دوباره شعله ور میشه. وقتی آروم شد خودش بر میگرده. جماله روزگار، خاله جون بیا بریم یه سر به پرنده بزنیم، الان گرسنه شده. مامانم هم بیاد. مامان تو با خاله عایشت برو. برو دیگه، منم بعدن میام. خیلی خوب آقا جمال، باشه مامانم میای. جنازه رو تحویل گرفتن، باید بریم مسجد. ابرو خانم، شما نگران روزگار نباشید. یالا یالا سریعتر، عجله کنین. چی شد ازلم؟ میخواستی چی بشه قاسم؟ آقا مراد مرد. دختر تو چی داری میگی؟ مراد مرد، مرد. بعدش هم نوبت ماست. بهتر از الان دوباره یه جا برای خودت باشی.
اینا رو آورده بودی تا نبودن تو در کنارم حس نکنم، ولی نمیدونی در عوضش چه چیزایی رو بردی. محترم، اگه حقی به گردن مرحوم دارید حلال می کنید؟ حلال باشه. اگه حقی به گردن مرحوم دارید حلال می کنید؟ حلال باشه. اگه حقی به گردن مرحوم دارید حلال می کنید؟ حلال باشه. اگه حقی به گردن مرحوم دارید حلال می کنید؟ حلال باشه. اگه حقی به گردن مرحوم دارید حلال می کنید؟ حلال باشه. خدا رحمتش کنه. برای رضای خدا و شادی روح مرحوم، فاتحه از صلوات. اولین زنی نیستم که پدر بچه هاشو از دست داده، متاسفانه آخرینشم نخواهم بود. برای ادامه زندگی و سرپا وایستادن دلائلی دارم. اگه من قوی نباشم بچه هام از پا می افتن. باید محکم وایستم، چون یه مادرم. نمیتونم عذاب نکشم و خودم به بیخیالی بزنم. به خاطر بچه هام که از سایه پدرشون محروم شدن، باید محکم بایستم. مادر بودن یعنی مخفی کردن غم و غصه هات. مادر بودن یعنی سپر بلا بودن در برابر مصیبت ها و تحمل رنج ها. اگه فرزندی داری نمیتونی به راحتی ازش بگذری، نمیتونی بذاری و بری. اگه فرزندی داری حتما یه دلیلی واسه زندگی کردن داری. میلیون ها زن هستن که مجبور شدن بچهشونو یا بچه هاشونو بدون پدر بزرگ کنن. زجرایی که اونا کشیدن و منم خواهم کشید، چون من هیچ برتری نسبت به اونا ندارم.
باران، باران حالت خوبه؟ حالم خوب نیست آیشه، دیگه هیچ وقتم خوب نمیشم. بابام با ناراحتی از پیشم رفت، تقصیر من بود، من باعث شدم بمیره، من آیشه. باران تو مقصر نیستی، تو رو خدا اینطوری نکن. فقط بهم نگاه میکرد. خیلی حرفا تو دلش بود، ولی من حتی بهش فرصت حرف زدن ندادم. خدا برای دومین بار اونو بهم داد آیشه، ولی راحت از دستش دادم، قدرشو ندونستم. بابا تو از قبل مریض بود باران، تو هیچ تقصیری نداری، پس این حرفا رو نزن. کاش به حرفاش گوش میکردم، کاش میفهمیدم، اون وقت بغلش میکردم، میگفتم من پیشتم، شاید اون موقع بیشتر تلاش میکرد زنده بمونه، ولی من ولش کردم. مامان، مامان، مامان. روزگار، روزگار بیا اینجا، روزگار بیا اینجا عزیزم، یکی همه دیگه صبر کن، الان دیگه پیداشون میشه. میخوام برم پیش مامانم، مامانم کجاست؟ مامانت کار داره ولی خیلی زود میاد، یکی همه دیگه صبر کن. نه من میخوام برم خونه. ببین عزیزم، مامانت اینا رفتن خرید، برات لباسای خوشگل میخرن، باشه؟ پس صبر کن عزیزم. مامان، مامان. روزگار، مامان صبر کن، کجا میری؟ مامان. باران تو رو خدا بلند شو، تنهام بذار آیشه. آخه چجوری تنهات بذارم؟ گفتم تنهام بذار، ولم کن آیشه، ولم کن. باران هر چقدرم بگی نمیتونم تو این وضعیت تنهات بذارم. چرا نمیفهمی؟ میخوام تنها باشم، ولم کن، نمیخوام بیای دنبالم. باران،
باران. ببین باران، بابای منم مرد، هم مادرم هم بابام، هر دوشونو با هم از دست دادم. هر روز از خواهرم پرسیدم چرا، آخه چرا باید این بلا سر ما بیاد. یه روز خواهرم بهم گفت فقط ما نیستیم آیشه، هر کسی یه روزی این داغو تجربه میکنه. منم تجربه کردم، برای منم سخت بود، ولی بهش عادت کردم. تو رو خدا دیگه آروم باش. نمیتونم. چرا این کارو با من کردی مراد؟ چرا یه زندگی دروغی رو به هم تحمیل کردی؟ حتی فرصت ندادی ازت حساب پس بگیرم. تو منو با بچه هامو هزار تا سوالی بی جواب تنها گذاشتی و رفتی. حالا اگه به خاطرت اشکم بریزم کسی باورش نمیشه. حتی دخترم سرم داد میزنه و میگه خوشحال شدی. یعنی من آدم بدیم مراد؟ بی احساس، بی وجدان، زنی که حتی به جنازه شوهرش هم احترام نمیذاره. میدونی تنها خواستم چی بود مراد؟ داشتن یه زندگی بدون دروغ و دغل. بازم نمیتونم به خودم فکر کنم و یه دل سیر گریه کنم. الان تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که چجوری به روزگار بگم. غم و غصه آدا و مایا رو چجوری تسکین بدم. الان فقط به بچه هم فکر میکنم. دیگه برات گریه نمی کنم مراد. نه این که سزاوار اشکام نباشی، نه، چون اگه گریه کنم طاقت نمیارم. حرفی میزنی دخترم؟ هیچی نگو امینه جان، من از این دختره میترسم. الان که یه کاری دست خودم بدم.
مادر، حالتون خوبه؟ قرصاتونو بیارم. دیگه خوردن دارو هیچ فایده ای نداره. مامان جون بیا ببرم تو اتاقت یکم استراحت کن. بلند شو. آدا چی کار داری میکنی؟ کجا میخوای بری؟ چه ربطی داره؟ بهتره دیگه برامون مشکل درست نکنی. بیرم کن. میخوای چی کار کنی؟ میذاری میری؟ بازم مثل گذشته میخوای فرار کنی؟ آره میخوام برم. بابا رو اینجا دفن کردن ولی نمیذارم منم اینجا دفن کنن، فهمیدی؟ نمیتونی هیچ جا بری. واقعا کی میخواد جلومو بگیره؟ من. همیشه همین کارو کردی، یه جوری رفتار میکنی انگار فقط تو حق بتونی. هرچی تو دلت بریز بیرون، چون فرصتی بهتر از این گیرت نمیاد. من میرم ولی تو همینجا بمون، مثل ترسوها به این زندگی مزخرف ادامه بده و خدا رو شکر کن. بس کن دیگه آدا، هیچ میدونی با این کارات بیشتر به هممون عذاب میدی. آره عذاب بکشین، عذاب بکشین، شاید درک کنین. آدا صبر کن، بلم کن. فقط همین کارو بلدی. اگه اینقدر به تنهایی علاقه داری باشه برو، اون موقع انتظار نداشته باش کمکت کنه. من از هیچ کسی چه انتظاری ندارم، میفهمی؟ فقط میخوام راحتم بذارین، همین. خیلی خوب باشه، راحتت میذارم. یالا برو، واسه چی وایسادی؟ برو دیگه آدا، برو دیگه، منتظر چی هستی؟ ولی من اینجا میمونم پیش مامان، پیش روزگار، غصمو با اونا تقسیم میکنم. ولی تو برو، برو بار این غمو تنهایی به دوش بکش. آره میرم، به جای اینکه هر روز مامانو که باعث مرگ بابا شده ببینم ترجیح میدم تک و تنها بمونم. چی شده دخترم؟ ولش کن زنمو امینه، حالا که اینقدر تنهایی رو دوست داره بذار بره. آدا، آدا ولم کن. آدا، آدا کجا میری؟ به تو چه ربطی داره که من کجا میرم؟ بابا ما ازم گرفتین، دیگه چی از جلمون میخواین؟ بابا تو ما نکاشتیم آدا، درسته که اون بابای توه، ولی فقط تو تنها نیستی که داری قصه میخوری آدا. اصلا تو کی هستی که داری این حرفا رو به من میزنی؟ با کنار. مایا نرو، ولش کن، هر کس یه جوری با این درد کنار میاد، تو یه جور، اون یه جور دیگه. خواهر، آخرش چی میشه؟ نمیدونم آیشه، باور کن منم نمیدونم آخرش چی میشه. روزگار، پرنده رو دیدی؟ حالش خوب شده بود؟ بیا بریم ببینیمش. همه بالان زنده داشت. Thank you.
مجبور بودم. چرا مجبور بودی؟ هیچ چیزی نمیتونه تو رو مجبور کنه که بچه ها تو تنها بذاری. چرا مجبور بودی؟ معذرت میخوام. بابا منو ببخش. تسلیت میگم. زنده باشین. خدا رحمتش کنه. زنده باشی. بهتون تسلیت میگم. مراد شما رو به ما امانت سپرده. اگه چیزی لازم داشتین ابرو خانوم لطفاً به ما بگین. خیلی ممنون آقا سلمان. یعنی این عشقا واقعی هن کندو؟ به کندال نمیاد به خاطر برادرش عشق بریزه ها؟ درسته باهاش دعوا کردم انداختمش تو آب، ولی کسی که اونو کش من نیستم. شایدم به خاطر خواسته های تو به این روز افتاد. بگو دیگه ها؟ ولی نه، امکان نداره، چون هر جا حرفی از جرم باشه، هر جا یک گناهی باشه، فقط پای کندال در میونه. از کندال هر کاری برمیاد، هر کاری. خودتونو تبرئه کنین، گناهاتونو بندازین گردن من. خودتونو از هر چی گناه پاک کنین. کندال گناه همتونو گردن میگیره. کندال به خاطر برادرش نمیتونه عشق واقعی بریزه و عزاداری کنه. کندال یه انسان نماست، قلبش از سنگه، از سنگ. چشماش برای خوبی کوره، گوشاشم کره، مگه غیر از اینه ها؟ ها؟ شاید چیزایی رو که میگم میترسین به زبون بیارین. شاید همون گناهایی رو مرتکب شدم که تو ذهن همتون میگذره. گناهایی که به خاطر مجازاتشون انجام نمیدین یا نمیتونین انجام بدین. من همه اونا رو انجام دادم. شاید آدمیم که خون جلوی چشماشو گرفته و دیگه ترسی تو وجودش نیست.
حتما به خاطر ترس از مجازاته که دست به اون گناه ها نزدین یا نتونستین بزنین. این یعنی همه تون آدم های خوبی هستین؟ آره؟ برای بد شدن من همینا کافیه. زود باشین، اگه جرعتشو دارین بگین که این گناه رو شروع کرد. بگی مادر، بگو نارین. یالا، کسی نمیخواد حرفی بزنه؟ آیشه بسته دیگه، یکم راحتش بذار. خواهر اگه میدیدی چه حالی داشت میفهمیدی چرا اینقدر نگرانشم. انگار بارانه همیشگی نبود. خب عزیزم، من چی بهت گفتم؟ با این کارت بیشتر اونو تحت فشار میذاری. تو باید بیشتر از همه درکش کنی. یکم به خواستاش احترام بذار. حداقل تو فردا صبر کن. مامان، بابا کی میاد خونه؟ روزگار جان، بابات رفته یه جایی. بازم مامان، کی برمیگرده؟ مامان، ما هم بریم پیشش تو رو خدا. الان نمیتونیم بریم، بابات خیلی کار داره. خب پس کی برمیگرده؟ کجایی؟ مامان حق تو حلال کن. چی؟ پسرم تو چی داری میگی؟ باران، ببینم کجایی؟ مامان من در حق بابام خیلی بدی کردم. باران این حرف رو چی که میزنی؟ پسرم کجایی؟ زود باش بهم بگو. یه جای خیلی دور مامان، اینجا دوتا قبر کنده شده هست، انگار یکیشون مال منه. خیلی عجیبه مگه نه؟ سنگ مزار عمومم همینجا. پسرم باران منو سکته نده. معذرت میخوام. باران کجایی؟ منو ببخش بابا.